جناب آقای دکتر عادل فردوسی پور در قلب های ما جا دارید. بفرمایید. به نام خدا. سلام خدمت همه عزیزان فارغ التحصیل دانشگاه شریف. مایه مباهات و افتخار من در خدمت شما هستم. خیلی خیلی خوشحالم که دانشگاه دوباره اون رنگ و بوی خودش رو پیدا کرده. عکس تصویر بچه‌ها رو می‌دیدم توی ابن سینا و توی حال تالارا و واقعا دلم تنگ شده بود. یعنی واقعا حس بسیار خوبی داره دانشگاه صنعتی شریف و من الان بیش از 3 دهه از نه بیشتر که نه دقیقا درستش رو بگم از 71 تا الان دقیقا آره 3 دهه از زندگی خودم رو تو دانشگاه صنعتی شریف گذروندم و خوشحالم که در خدمت شما هستم. خوشحالم که شما اینجا هستید. من همیشه یکی از حسرت ها، افسوس ها، ناراحتی هام رفتن بچه ها به اون ور هست. واقعا هر یه نفری که از ایران خارج میشه و میره من انگار یه خنجر به قلب من زده میشه و خیلی ناراحت میشم، خیلی افسوس میخورم. ولی در این اتفاق حالا با آقای دکتر سورنا ستاری هم چند بار تا ما صحبت کردیم راجع به این زمینه که ای کاش در واقع شرایطی فراهم بشه که شماها که جزء نخبه های این مملکت هستید، جامعه الیت ما رو شما تشکیل میدید، فضا براتون مهیا باشه. میدونم خیلی سخته، میدونم هیچ فرش قرمزی برای هیچ کدوم از ماها هیچ وقت پهن نشده و باید کلی موانع رو پشت سر بگذارید، کلی تلاش کنید، کلی کوشش کنید به اون چه که استحقاقش دارید برسید. شاید تو این مسیر آدمایی که احساس میکنید در قواره شما نیستند بالا دست شما باشند، ولی همه این موانع قابل برداشته شدن هستند. من مطمئنم که شماها با استعداد و نبوغی که دارید میتونید راه خودتون رو پیدا کنید، مسیر خودتون رو پیدا بکنید و الان دیگه ماشاءالله اینقدر این استارتاپ ها و کارهای خلاقانه هست که اصلا شاید نیازی نباشه که شما منتظر استخدام شدن این چیزا باشید، میتونید مسیر خودتون رو به خوبی پیدا کنید. ولی من کاملا درک میکنم شاید بسیار سخته، شاید برای کار کردن برای پیدا کردن اون جایگاه مد نظرتون خیلی سخت و دشواره و اون کسایی که رفتن رو انتخاب میکنند و تصمیم میگیرن مسیر زندگیشون رو به شکل دیگه دنبال کنن من کاملا درک میکنم و بهشون کاملا احترام میذارم و امیدوارم اگه حتی شما که اینجا هستید فکر میکنه اکثرتون قراره بمونید کردن اینجا هستید، من نمیدونم اونا کسایی که قطعا تصمیم گرفتن از ایران برن آیا هستن اینجا یا نه، ولی من فکر میکنم اکثر کسایی که الان اینجا اونه که قرار بوده برن رفتن دیگه، الان در بین ما نیستن، شاید یه بخشی از شما هم چون این تصمیم رو گرفتید. ولی به هر حال اون کسایی هم که میرن کاملا قابل احترام تصمیمشون، درسته خیلی اونا هم سختی میکشن، این که به هر حال هر کی از اینجا بره اون دیگری بودن رو باید کاملا احساس کنه دیگه، به هر حال یه دیگری حساب میشه، خاک و خانواده و فرهنگ و کشور خودش رو از دست میده و اون انتخابش رو انجام میده و امیدوارم اونایی هم که میرند همیشه نام ایران براشون مهم باشه، قطعا میتونن تا هر جایی که هستن نام کشورمون رو پرآوازه کنن، کما اینکه خیلی از عزیزان ما الان مایه افتخار مملکت هستند و امیدوارم هممون در کنار هم موانع رو پشت سر بگذاریم و مسیر کشور رو به سمت بهبود ببریم جلو و دست به دست هم بدیم، موانع رو پشت سر بگذاریم و بجنگیم با تمام موانعی که سر راهمون هست، با تمام مشکلاتی که در پیش پامون میذارن، با تمام سختی هایی که در مسیرمون هست و واقعا من خودم شخصا خیلی موانع رو پشت سر گذاشتم، از کار کوچیک شروع کردم، از گزارش تنیس شروع کردم، رفتم بالا بالا پله، هیچ وقت ناامید نشدم و شما هم من فکر میکنم تو هر مسیری که دارید، تو هر راهی که انتخاب میکنید قطعا میتونید موانع رو پشت سر بذارید، انشاءالله که این اتفاق رقم بخوره. خیلی ممنون.